سلام میکنیم خدمت همه بینندگان خوبمون با سری برنامه های لایف جدید که همراه خانم دکتر خوجان زینی عزیز، کارشناس برنامه در حقیقت، پژوهشگر، نویسنده و همینطور روانشناس همیشگی خوبمون، و باز هم خوشحالیم که معرفی بکنیم دیگر عضو این برنامه رو، آقای دکتر سعید کاراندیش از دانشگاه مانت ساینای نیویورک، عضو انجمن متخصصین داخلی و انجمن نفرولوژی آمریکا و همینطور فارغ التحصیل دکترای سایکولوژی بالینی. همراه شما دوتا عزیز هستیم. چون زمان برنامه هم کوتاهه، من دوست دارم که اول راجع به این ویروس موذی ناپیدای اذیت کننده انسان‌ها از زبان شما عزیزان بشنویم و بعد بریم سراغ واقعیت‌ها که یک کمی هم ممکنه دردناک باشه ولی حقمونه، چون هر گوش نمیدیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. من هم به همه دوستان، دلم براتون خانم سروش تنگ شده که در کنارم باشین. جناب کاراندیش دلم برای شما خیلی تنگ شده، چون خیلی سال رفتیم نیویورک دیگه اینجا نمیبینم. ولی خب به نظر من خیلی مهمه که دکتر کاراندیش یه مقدار راجبه این تغییراتی که در مورد اطلاعاتی که ماها به دست میاریم راجبه این ویروس صحبت بکنیم، چون یه روز میشنویم که فقط بغل دست یکی اگه عطسه بکند، بعد میشنویم که نه بابا توی حبام هست، بعد میبینیم کسانی هستن که اصلا نزدیک کسی هم نبودن ولی به هر صورت گرفتن. خلاصه یه کمی گیجیم به این که هر روز یه چیز جدیدی داره برای ما پیدا میشه که خب اگه قرار باشه تو خونه باشیم هیچ کاری هم نکنیم، ولی بگیریم چه جوری داره این اتفاق میفته. حتما. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد اون صحبت بشم عرض کنم که برای اولین باره که در تاریخ بشر یک موجود غیر زنده تمام نسل انسان رو در کل کره خاکی تحت تاثیر قرار داده، میلیاردها آدم رو ترسونده و اونا رو خونه نشین کرده، در قرنطینه یا حصر خونگی قرار داده. و جالبه که این اصلا موجود زنده ای نیست، یعنی ویروس میدونید به صورت مثل باکتری نیست که جون داشته باشه، زنده باشه. ویروس یه قطعه ای از ژنوم هست که اگر وارد بدن یه موجود دیگه بشه تازه میتونه حرکت کنه و انقدر ریزه که اندازش به اندازه 120 نانومتر، یعنی اگر یه 100,000 تا از اون کنار هم بگذارید تازه به اندازه اثر نوک خودکاری میشه که شما روی کاغذ میگذارید. این از نظر خود ویروس. و جالب اسم این ویروس رو روزی که انتخاب کردن گذاشتن کرونا ویروس. کرونا یعنی تاج، به خاطر این اسپایک های گلیکوپروتئینی که داره این ویروس در دور خودشون، انولوپ خودش، حتما دیدید یه نمایی بهش میده که بهش میگن مثل کرونا یا ریدییشن یا تاج هستش. و الان شما میبینید که این اسمش خیلی بی‌مسما نبوده، برای اینکه تقریبا همه دنیا رو تسخیر کینگدم خودش یا پادشاهی خودش کرده و تمام بزرگان دنیا رو یه جوری باعث شده که سر کرنش پایین بیارن در مقابل این ویروس ناقابل کوچک. این یه اطلاعات کوچیکی بود راجع به خود ویروس. و اینکه دونستن اینم لازمه که این ویروس وقتی که وارد بدن میشه از هر جایی که وارد بشه فرق نمیکنه، یه رسپتورهایی داره به اسم رسپتورهای ACE که خیلی از این داروها هم بر اساس اون داره ساخته میشه. و این رسپتورها در سه جای بدن هستش، یکی در ریه هست، یکی در کلیه هست و یکی در قلب هست. برای همین هم هست که بیشتر آسیب این بیماری در این سه ارگان هست، بیشتر از همه ریه و بعد کلیه و بعد قلب. اطلاعاتی که در مورد این ویروس هست خیلی زیاده. خیلی خوشبختانه راجع به این ویروس ما خیلی زیاد میدونیم، برای اینکه این ویروس ویروس کاملا شناخته شده هست. هر چند وقت یه تغییر شکلی به خودش میاد و آخرین بار سارس بود که حتما خاطرتون هستش که سالیان قبل اومد و یه ترسی در دنیا به وجود آورد و خوشبختانه در اون زمان محدود موند، در همون کشورهای آسیای شرقی محدود مون. و بعدش مرس اومد در عربستان سعودی که اونم از رابطه بود بین شتر و خفاش و به تعدادی اون موقع مبتلا شدن و این هم رفت شد. و الان ما درگیر این ویروس هستیم و میشناسیمش، خوشبختانه ژنومش رو میشناسیم. کمپانیایی که قبلا دارو برای سارس درست کردن، برای ابولا درست کردن، الان همه دست به کار شدن. کمپانیایی مثل روش و فایزر که کارشون درست کردن واکسن هستش، اینا
با سرعت مشغول شدن و پیشرفت‌های بزرگی داره انجام میشه. همین امروز یک کیتی درست شد که فقط میتونه ظرف 2 دقیقه تشخیص بده بیماری رو که یه پیشرفت خیلی بزرگی هست. گفتم اول خبر خوبا رو بگم و بعد برگردیم به اینکه خب حالا ما برای منیجمنت این بیماری باید چه کار کنیم. اولش اینه که ما بایستی که اون چیزی که بهش میگن سوشال دیستنس رو، فاصله، نمیدونم چطور ترجمه کنم، فاصله اجتماعی رو، که من فکر میکنم اسم غلطی هستش، برای اینکه ما در واقع باید بگیم فیزیکال دیستنس رو، فاصله فیزیکیمون رو با هم باید بیشتر کنیم، ولی برعکس باید فاصله اجتماعیمون رو با هم کمتر کنیم. و این نکته هست که من به نظر من نامگذاری غلطی بوده در مورد این پدیده کرونا. و این اولین نکته است که باید ما رعایت کنیم. چیزای دیگه‌ای که با چون فرمودیم وقت کم هستش با سرعت عرض میکنم خدمتون، اطلاعات غلطی که راجع به این بیماری هست به مراتب بیشتر از اطلاعات درسته و یا جوری که ازش استفاده میشه خیلی خطرناکه. مثلا شما میشنوید که در الکل در ایران صدها انسان در اثر مصرف الکل دارن از بین میرن. اولین نکتهش اینه که، و نکتهی که داره الکل این هست که الکلی که در ایران به عنوان الکل طبی هست درش یه ماده تلخی می‌ریزن که مردم اونو به مصرف خوراکی نداشته باشن، ولی الکل متیلیک یا متانول یه الکل شیرینیه، مثل ضد یخ میمونه، ضد یخ اتیلن گلیکول است، اینا شیرینه، برای همین است که بچه‌ها می‌خورن مسمومیت با ضد یخ پیدا می‌کنن، تو آمریکا شایع هست و مردم میرن الکل متانول رو استفاده، الکل متیلیک رو استفاده می‌کنن، یه کمی از مواد دترژن داخلش می‌ریزن که رنگش رو روشن می‌کنه، مزه‌ش هم مزه خوبی است، مردم می‌خورن و متأسفانه بیناییشون رو از دست میدن. اصلا این تئوری الکل مصرف کردن غلطه، برای اینکه ودکا که دیگه یکی از غلیظ‌ترین نوع الکل هسته 45% بیشتر الکل نداره، ولی و الکلی که میتونه اینو از بین ببره حداقل باید 65% غلظت الکلش باشه که اصلا تو این الکلا نیستش، اصلا خوردنش غلطه تا به جز نابینایی کاری نمیکنه. میگم دو تا شات میزنن به جاش. واقعا چه گرفتاری عظیمیه. این نابینایی دائمی میده، اصلا بدون غیر قابل برگشت میده. من قبلا در ایران اینو دیدم و متاسفانه اونجا زیاد هستش. یا مثلا فرض کنید که اینجا بعد از اینکه آقای ترامپ گفتن که داروی کلوروکین که برای مالاریا هستش، این خیلی داروی خوبی هستش برای پیشگیری، و یه خانواده، یه آقا و خانم مسلمی توی آریزونا رفتن اون فسفات کلوروکینی که می‌ریختن برای تمیز کردن آکواریوم ماهیشون، رفتن اونو خوردن و مضر می‌خواد، اون رو مصرف کردن و متاسفانه گرفتار شدن و از بین رفتن به خاطر این. یعنی میخوام بگم که اطلاعات غلط ما خیلی بیشتره. بخشی از این اطلاعات حتی از نهادهای بین‌المللی میاد، حتی خود سازمان بهداشت جهانی حرفایی که میزنه اینا با همدیگه نمیخونه، پزشکای مختلف در کشورهای مختلف، حتی از چین میاد اطلاعات عجیب و غریب. من خاطرم نمیاد همچین بلبشویی در بازار اطلاعات پزشکی، من خاطرم نمیاد که هرگز داروهای پزشکی اینجوری بخواد تحقیق بشه راجع بهشون. ما الان داریم تحقیق میکنیم رو داروهایی که روی اینترلوکین 6 کار میکنه. خب ما اصلا نمیتونیم دابل بلایند استادی کنیم. ما چجوری دابل بلایند استادی کنیم؟ برای اینکه مریض ظرف 5 روز فوت میشه، ما باید یه گروهی میداشتیم که اینا مثلا این دارو رو بهشون ندیم و بعد یه گروه دیگه ای رو که اینترلوکین اینهبیتور نمیگیرن بهشون بدیم و بعد اینا رو مقایسه کنیم. اصلا ما به اونجا نمیرسیم. اصلا FDA پروسسش تغییر کرده، یعنی اصلا برای گرفتن اپرووال یه چیزی اصلا این شکلی نیستش. اینا حتما باید دابل بلایند استادی باشه. حتی اونی که داره استادی میکنه نباید بدونه این چه دارویه، نه مریض میدونه نه پزشک میدونه، هیچ کس نمیدونه که کدوم دارو درسته. میخوام عرض کنم که از بعد پزشکی انقدر پیچیده هست، از بعد اجتماعی خیلی اتفاق عجیبی افتاده و اون اینه که برای اولین بار یه adjustment disorderی به وجود اومده که خیلی ابعاد مختلف داره. یعنی به صورت عادی اگه یه نفر مثلا مسافرت میکنه به یه شهر جدید، موو میکنه به یه شهر جدید، یه مقدار اختلالات روانی براش میاره، آسیبای روانی براش به وجود میاره. خانم دکتر زینی استاد منم توی این قسمت. ولی الان شما نگاه کنید چند تا تغییر در یه انسان در یه زمان به وجود میاد. طرف به نوعی شغلش رو از دست میده، درآمدش رو از دست میده، تفریحاتش رو از دست میده، دیدن دوستانش رو از نزدیک از دست میده.
احساس امنیتش رو از دست میده. یه بار عرض کردم که تو هرم مزلو امنیت جانی یا امنیت کف هرم مزلو. آدمایی که تا 2 ماه پیش فکر میکردم مسافرت کجا بریم، کجا چه غذایی رو بخوریم، کدوم رستوران بریم، حالا فکر میکنم ما چیکار کنیم که به قول جوکای ایرانی میگن تا 13 بده زنده باشیم. تو این حد داره این ویروس ناقابل همه ابعاد زندگی بشری رو میکوبه، متلاشی میکنه و میره جلو. و همینطور شما میبینید که تمام برین به اصطلاح استیبل دیتم ذهن انسان رو شکستن. ذهن ما رو چی کار میکنه؟ روی چی کار میکرد؟ روی چه نهادهایی؟ روی مذهب، خانواده و قانون. اول اینجا تو قسمت مذهب شما میبینید که مثلا مسیحیتی که اعتقاد داشتن به دعای پاپ و به مسیحی به مثلا رفتن به کلیسا که اونجا شفا پیدا کنن، میبینید که اصلا میگن که اونجا نرید، عفونت پراکنده میشه. خب این استیبل دیتمی که از کودکی به یه فرد مسیحی دادن یا هر دین دیگری که شما میری شفا میگیری، حالا اینو ازش میگیرن. حتی می‌بینید که مثلا زیارت مکه متوقف میشه یا جاهای مختلف متوقف میشه. خب این میشه مذهب. تو خانواده دیگه محبت مادر، اون بغل کردنی که یه بچه میرفت بغل مادرش، حالا تو هر سنی، اون دیگه یه چیز حداقلی بود، اونم از بین رفت. یعنی نهاد دومم صدمه خورد. نهاد سومی که صدمه میخوره کجا هستش؟ قانونه. الان همونطور که عرض کردم تو پزشکی تمام قانونا به هم ریخته، توی ادارات همه قانونا به هم ریخته، تمام چیزایی که قبلا وجود داشت دیگه وجود نداره و این سه تا همزمان به هم ریخته، به اضافه اون چیزایی که در سطح فردی هر نفر مثلا شغلشو از دست داده، احساس امنیتشو از دست داده، تجربه عجیب و عظیمی. دکتر قیه مقدار زیادی هم الان از یک لحاظ دیگه هم قانون مطرح شده که بیاد وسط و کاری انجام بده که کسانی رو که حالا یا باور زیاد ندارن به این جریان یا سر نترس دارن یا فکر میکنن که به اونا نمیخوره یا اینی که حضور ندارن، حواسشون نیست و دائم دارن میرن اون طرف این طرف، حالا چه دارن سر کار میرن که فکر میکنن باید سر کار برن یا تو خیابونا هستن شاید باید این کار رو بکنن، ولی خب ببینیم قانون هم در ممالکی که تونسته که بیاد و سعی بکنه که اشخاص رو مواظب باشه که اونها توی خونه هاشون و منزلاشون بمونن، در اون ممالک یه مقدار زیادی با اینی که اوج خیلی زیادی گرفت ولی تموم شد، یعنی 2 ماه تموم شد، ولی در ممالکی که نتونستن قانون نیومد اون وسط جدی نگرفت یا صحبت نکردن راجبش یا اینی که موظف نکردن که آدم ها تو خونه بمونن، خب این نمره ها خیلی داره میره بالا. شما الان نیویورک هستین و میدونین که نمره های بهتر از من میدونین، چون تو درست توی اپی سنتر این جریان هستین که نمره ها همینجور داره بالا میره. کالیفرنیا یکمی داره پایین تر میاد، یک فکر کنم یه جدی گرفتن بچه‌ها، خونه ها بازتره از هم، یعنی حتی اگر توی جایی هم آدم ها تو خونه شون هستن خونه هاشون بازتره، نه اینکه همه آپارتمان نشین نیستن مثل نیویورک تو قسمتی که میدونی هم همه هستش. و میبینم که قانون هم این کار کرد. الان میبینین هند میاد حتی وای میسه اونجا اگرم کسی نباشه، تازه تنبیه بدنی داره میبینه. چین با درون میمدن بالا سرشون میگفتن باید برین خونه. آفریقا میاد پتکشون میزنه یا اینی که جریمه های سخت بهشون میره. یعنی میبینین که تو بعضی از ممالک حتی قانون مجبور شده به خاطر اینی که این مسئله رو یک سطحی روش بذاره که بیاد وسط و یک کاری انجام بده. خانم سرو شما، من دارم مستفیض میشم، استفاده میبرم و عملا یک موضوعی برای من همین امروز پیش اومد که برای شما گفتم. بعضی وقتا ماها فکر میکنیم که چون برای خود ما اتفاق نیفتاده لمسش نمی کنیم، حسش نمی کنیم، حتی اگه در خبرها رئیس جمهور حالا امروز برای اولین بار اشکش در اومده یا همه کشورها قوانین میگن، همه حرفای قشنگ شما دوتا عزیز، ولی امروز یه مسئله پیش اومد که برادر من از کیش ایران با من تماس گرفت و گفتش که یکی از بهترینامون بست فرند خانوادگیمون رو از دست دادیم متاسفانه. و وقتی که برادر من از راه رسید بهش گفتم، دلم نمیخواست بگم چون اصولا آدم دوست نداره خبر بد رو برسونه، ولی از جهتی هم احساس کردم یه ماموریت باید بگم، مثل الان که میگم آقای دکتر، خانم دکتر، خواهش میکنم بگین، یک کمی باید دیگه بی پرده صحبت کرد، باید روک صحبت کرد. دیگه از راه رسید گفتم که آره بست فرندتو از دست دادی، اصلا شوک شد و دیگه با من حرف نزد و رفت زیر دوش. ولی واقعیته
امروز که آقای ترامپ صحبت میکرد برای اولین بار شاید تو تمام عمرش اشریف و داشت اون بیمارستانی که توضیح میداد راجبش بیمارستانی بود که من بیمارستانی هست که من درش کار میکنم ضمن که میگم من این بیمارستان و رنگ بیرونش رو یادمه، پنجره هاش رو یادمه، خیلی احساساتی توضیح میدادشون، اون همون بیمارستانی هست که من اونجا کار میکنم و من از نزدیک دارم میبینم چه خبره. حالا یا روزگار درس میده یا آموزگار درس میده به آدم ها یا روزگار، یعنی این اتفاقی هست که ما به زودی اون رو شاهدش هستیم. اصلا نمیخوایم که آدم ها نگران بشن و کورتیزول آدم ها رو بالا ببره، ولی به نظر میاد که آدم ها فکر میکنن مثل اتفاقای دیگه این برای دیگران اتفاق میفته و این تو نیویورک این اتفاق افتاد. من تو نیویورک میدیدم که ما مواجهیم با بیماری، مردم هم نشستن تو رستوران هم غذا میخورن و خیلی خوش میگذرونن و همین الان هم بازا تو خیابونا هستن و روزانه مثلا 7-8000 نفر به آمار بیماران جدید اضافه میشه. ما الان حدود 80-90000 نفر تو همین دو سه روز دیگه میره بالای 100000 نفر فقط تو یه شهر. و شما توجه داشته باشین که خب این 80-90000 نفر در چه به اصطلاح محلی باید درمان بشن و چطوری ما میخوایم ظرفیت درمانی ایجاد کنیم برای اونها. و به نظرم به خصوص کالیفرنیا مردم باید اینو جدی بگیرن، تو ایران هم که خب جای خود داره و حتما باید جدی بگیرن. و وقتمون زیاد نیست که من توضیح بدم راجع به فرمایش شما خانم دکتر فوجان عزیز که فرمودین که ما میشنویم که در هوا هست یا میگن هوا هست و نیست. ببینید الان توی نیویورک یا تو خیلی از شهرها حداقل 10 روزه که بیشتر مردم، شاید 95% مردم تو قرنطینه هستن، ولی تعداد بیماران نه تنها کم نمیشه، داره بیشتر هم میشه تو همه دنیا. یعنی خیلی کمن کشورهایی که موفق شدن بیماری رو کنترل کنن. بعضی از کشورها که مثل بیلاروس میگن اصلا صحبتشو نکنین و اصلا تنها کشور دنیاست که میگه که هر کاری میخواین کنین و هیچ چیزی رو تغییر ندادن درش. حالا بعضی از کشورها هم هستن که کنترلش کردن مثل چین، بعضی از کشورها کنترل کردن و برگشت مثل هنگ کنگ. ولی من چیزی که اینجا دارم میبینم اینه که بیماری داره گسترش پیدا میکنه و به نظر من بخشیش به دلیل اینه که این بایستی در هوا باشه و من تئوری سازمان بهداشت جهانی رو متوجه نمیشم، برای اینکه وقتی بیماری ایربورن هستش یعنی اینکه از طریق هوا منتقل میشه و این بیمارا باید در اتاقایی که مخصوص است نگاتیو ایر پرشر باشن، یعنی اینکه خیلی هم گران قیمت، یعنی هر اتاق نگاتیو ایر پرشر $600,000 هزینه درست کردنشه. حالا فکر کنید باید یه بیمار رو بذارن تو یه دونه اتاق، حالا میشه نمیشه خب دیگه شما میتونین حس بزنین چه وضعی داره اینجا. ایربورن نیست، ولی من فکر میکنم این یه مقدار کانفیوژن به وجود میاره که همه ماها گیج میشیم که استانداردی که یک بیماری رو میگن ایربورن چی هست، چون میگن این ایربورن نیست ولی چون توی هوا این قطرات هست، این قطرات ممکنه به یه جایی بشینه یا اینی که تو تنفس بشینه یا بره توی بینی شما یا اینی که رو دست شما بشینه و بعد شما خودتون اون رو باز با دست خودتون تو صورتتون بزنین و بعد بره توی بینی و دهان و یا چشمتون. ولی استاندارد اینی که یک بیماری ایربورنه با استانداردی که نیست چی هستش؟ مثلا اگه میگفتن سل ایربورنه و یه نفر که سل میگیره بعد حتما بره یه گوشه و دیگه آدم های دیگه نباشه چی بود؟ یا مثلا کسایی که میگن آبل مرغون میگیرن ولی مصریه، کنارشون نرین چون مصریه. تفاوت ایربورن، استاندارد ایربورن با اون کسی که نیست چی هست؟ ما سه نوع آیسولیشن داریم. یکی کانتکت هستش، یعنی اینکه بیمارای هستن که مثلا یه بیماری مثلا اسکیبیز دارن یا بیماری اسکیبیز اسمش میشه گال، به فارسی میگن گال، که بدنشون زخم میشه و خارش میگیرن. خب این خیلی مصری هستش. اینا رو میگن که کانتکت. شما وقتی پیش این بیمارا میرین باید دستکش دست کنید، یه گان استفاده کنید و برید. دیگه چیز به خصوصی هم نیستش. یه گروه هستن که بهش میگن دراپلت. دراپلت یعنی این که از طریق قطرات منتقل میشه، مثلا اگه ترشحی باشه یا توی مثلا عدسه و سرفه باشه. ایربورن یک کاتگوریه، به اصطلاح سخت ترین نوع آیسولیشن هستش و فقط به خصوص بیماری که همه میشناسن سل هستش که تو این گروه هست. اینا اتاقای نگاتیو پرشر میخوان و اینا از طریق هوا منتقل میشن و به همین سادگی این ویروس رو از قبل ما میشناسیم که اینطوری منتقل میشه. به همین سادگی من اصراری که
حتی سازمان بهداشت جهانی میگه یا جاهای دیگه میگه رو متوجه نمیشم و ریزالتش هم دارم میبینم که همه آدم ها یه ماسک معمولی میزنن و میگیرن. حالا یه صحبت شما اینه که همون قدری که سل و هوا کسی نفسی رو بکشه این رو با هوا میتونه بده، مقدار اونی که با دراپلت هم میاد یا سکین هم میاد، این هم به هر صورت تو همون کاتگوری ایربورن در قرار میگیره. اینو شما ببینید، 10 دقیقه تماس با یکی از این تو محیطی این ویروس درش هست، 10 دقیقه تماس میگن کافی هستش. اگه شما تو فضایی باشی که 6 فیت کمتر نسبت به اون بیمار باشی، کاملا در معرض هستیم، کاملا اکسپوز به این بیماری هستیم. و از اینجای من به این اعتقاد ندارم، برای اینکه خود سازمان بهداشت جهانی میگه که خب این ایربورن نیستش، ولی اگه هر کسی از نزدیک با بیمار کار میکنه ماسک N95 بزنه. خب اگر نیست که اصلا شما برای چه ماسک N95 میزنید؟ مگه برای بیماری گال شما، برای بیماری اسکیبیز یا گال مگه شما ماسک N95 میزنید؟ اینی که خیلی کانفیوژن است. بخشش من فکر میکنم زمینه‌های اقتصادی داره، برای اینکه اگر بگن که ماسک بیارید، ماسک N95 استفاده کنید، خب فکر کنید این ماسکا در ووهان چین تولید میشه، یعنی 90% ماسکای N95 دنیا داره اونجا درست میشه. چین هم قیمتش هم از 1 دلار شده 39 دلار تو همه دنیا. اصلا انقدر الان دیمند و نیاز بالاست که خب اگه اینا کافیه فقط یه کلمه بگن که مثلا شما ماسک N95 بزنید، بعد یه دفعه 5 میلیارد آدم میخوان ماسک N95 پیدا کنن میریزن هم دیگه رو. آقای سروش رو گفتم امروز، چون این N95 رو من دارم، همینجوری راه میرم تو تر، مثلا اگه قرار برم گروسری استور یه چیزی بخرم بیام، به خانم سروش بودم من نمیدونم این پزشک و نرس‌های دنیا چجوری استفاده میکنن، من 10 دقیقه میدوام بیرون بخرم، نمیتونم نفس بکشم تو این ما حدود ساعت 12 ظهر که میشه سرگیجه میگیریم، به خاطر اینکه بازدم خودمون اون CO2ی که در بازدم خودمون هست داریم مجدد تنفس، به جای اکسیژن داریم اون CO2 رو تنفس میکنیم، یعنی خودمون حالمون بد میشه. کار کردن با این تو این لباسا و با اون شرایط خیلی مشکله. یک شرط روانی شرفتش هم شرط کاریش. ببخشید، پس ما باید حوازی حس کنیم، یعنی قبول کنیم به بدترین نوعش که بتونیم کنترل کنیم. صحبت هایی که میکنن که حتما با ترشحات و اینا رو قبول نکنیم و فکر کنیم حوازی که بتونیم درست کنترل کنیم خودمون و خانواده. اصلا یه همچین بیماری به این خطرناکی که هیچ درمانی نداره، میدونیم ما 79 درمان برای این بیماری داریم، از داروهای ضد مالاریا شما بگیرید تا داروهای ضد ایدز، تا داروهای اینترلوکین، تا داروهای ضد روماتیسم، هر چی که شما فکر کنید و دارن استفاده میکنن توی مدت اخیرم بیشتر دیگه. همینطوری همه دنیا دارن داروهای FDA اپروفد و نان FDA اپروفد و هر چی که به ذهنشون میرسن، آزیترومایسینی که مال نمیدونم بیماریای مایکوپلاسما و باکتریای ریه هستش، هر چی که شما فکر کنید دارن استفاده میکنن. متاسفانه ریزالت قابل ملاحظه دیده نمیشه، یعنی فقط درمان نگهدارنده استش و دادن مایعات به مریض و اینا که حالا چقدر اثر داره واقعا من حداقل نمیبینم خیلی موثر باشه. و بهترین کار پیشگیریه، یه همچین بیماری خطرناکی رو نباید ریسک کرد. خود اینها، خود سازمان بهداشت جهانی میگه که این به صورت این ویروس میاد با به اصطلاح ذرات هوا، ذرات معلقه در هوا ترکیب میشه. به همین سادگی اگر این در ذره معلقه در هوا هست، خب خیلی ساده است، شما اگه تنفس کنی میره داخل، اصلا بحثی نداره. و اگه ماسک جراحی داشته باشین، این ماسک جراحی کمکی نمیکنه که این به سادگی این ویروس 120 نانومتری مثل خیلی ساده از اون رد میشه میره تو دهن انسان به همین سادگی. یعنی من متوجه این همه بحثای علمی و فنی اضافهش تو دنیا نمیشم و بعد هم خب بیشتر اینا روشن میشه. اینه که به خصوص قبلا هم عرض کردم، چون تو هوا هست، افرادی که من باهاشون صحبت کردم و اینا بیماری رو داشتن، شاید مثلا 2% اینا کسایی که یه عضو فامیلشون مبتلا بوده یا اصلا اکسپوز شدن به یه بیمار معمولی، همه اینا کسانی هستن که به نظر من در مواقع خرید آلوده شدن. الان مردم خارج نمیشن مگه برای خرید، بعدم میگن که خیلی خوب ما مثلا سر ظهر میریم که اینجا فروشگاه خالیه. خب اگه یه فردی باشه که اونجا تنفس کرده باشه، شما این ذرات هوایی که اونجا هست رو به اصطلاح فردی که میره تنفس میکنه و آلوده میشه. حتی من میبینم که اینا توی صف میستن و مثلا میگن خب حالا فاصله رو رعایت کنید، با فاصله 1 متر و نیم هم میستن، ولی نفر بعدی میره جای نفر جلویی میسته که اونجا تنفس کرده،
همون هوا رو دوباره تنفس میکنه و بعد خیلی هم خوشحالن که ما فاصله رو رعایت کردیم. یه دلیلی هست که در دنیا ببینید عکسای تصاویر امروز 13 به در بود در ایران یا دیروز بود، شما تصاویر رو نگاه کنید ببینید که کسی بیرون نیست، ولی چرا آمار روزانه در ایران از 3000 تا پایین نمیاد؟ چرا آمار روزانه نیویورک از 7000 تا پایین نمیاد؟ چرا آمار استیت های دیگه میشیگان مثلا از 1000 تا 700 تا در روز مثلا پایین تر نمیاد؟ برای اینکه این از یه جوری دیگه منتقل میشه و اینا دقت نمیکنه. بله البته اینا رو در نظر داشته باشین، ایران، ایتالیا، خیلی از جاهایی که حالت فامیلی دارن فکر میکنن که فامیلمون نداره، غریبه ها دارن. در نتیجه حالا تو پسر خال هستی، دختر خال هستی، اشکالی نداره، بیا تو، دوست صمیمی هستی، بیا تو، تازه ما چتم میکنم. یعنی یه مقدار من فکر میکنم مسئله فرهنگی هم هست، یه مقدار دشمن غریبه است، وقتی که خودی هست اون دشمن وجود نداره و در نتیجه ویروس هم توی خودی ها وجود نداره، چون عکسا که میاد درسته که بیرون نمیرن همه اسمش رو میگه قرنطینه، ولی عکسا نشون میده که فامیلا همه با هم جدا زندگی میکنن، ولی میرن خونه همدیگه و میرن هنوز و در نتیجه اونجاست که به نظر میاد هنوز کسی جدی نگرفته. خیلی باید تو خانواده بفرمایید خانم سوش. ببخشید من چون فرصت داره به آخر میرسه میگم که اولا قول بگیرم که این برنامه هر روز و همیشه ادامه داشته باشه، چون اینقدر این بحث گسترده است به قول فرمایش شما از نظر روانشناسی، هر کسی هر خانواده یه حالتی داره، یه عده‌ای هستن توی آپارتمان‌های کوچیک با شرایط خیلی سخت، درهای مشترک، ورودی‌های مشترک دارن زندگی می‌کنن و قرنطینه هستن. یه عده خب فضاهای بزرگتر و بازتری برای پیاده‌روی دارن. بنابراین خیلی شرایط روانی انسان‌ها به خطر افتاده و اذیت دارن میشن و تلفن‌ها به 911 این برابر برای دعواها زیاد شده، آماری که نشون میده. از یه طرف خب صحبت‌های منطقی شما پزشکا رو داریم می‌شنویم که وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم تا میان به یه تعادل برسیم که ببینیم چه کار بکنیم، یا مثلا همون کشور اروپایی بلاروس که شما مثال زدین که منم در موردش خوندم، چرا این همه آزادن و آیا آماری هست یا نیست و مردم هی دنیا کوچیک شده دارن به همدیگه نگاه میکنن، میگه خب اگه کشور بلاروس داره آزادانه میگردن و آماری هم ندارن پس ما هم همونیم. یعنی اینقدر پیچیدگی داره که حالا شما و خانم دکتر فوجان زینی باید واقعا همراه باشین هر روز. حتما توی جلسه آینده حتما باید راجع به تغذیه، دانشگاه ویرجینیا یه پروتکل خیلی جالبی داده راجع به ویتامین‌ها و موادی که قابل استفاده هستش. خب میدونید این روزا خیلی چیز آدم میشنوه و گاهی وقتا من همونطور که عرض کردم استفاده جور دیگه میشه. مثلا فرض کنید آدما باید ویتامین دی بخورن 5000 واحد، یه قرصایی هست که شبیه تسبیح میمونه، اینا 50000 واحد میگن مگا دوز، بعد شروع میکنن اینو خوردن فکر میکنن این قویه، بیشتر قویشون میکنه. و چقدر این روزا گرفتاری داریم روی این نوع تغذیه اشتباه و توصیه های غلط و کارهای عجیب و غریب. حالا اینو تو جلسه آینده حتما صحبت میکنم. خیلی ممنون از زمانی که به ما دادین و انشالله که دوباره در کنار شما خواهیم بود. منم از شما ممنونم، خیلی متشکرم. مرسی خانم دکتر. مرسی متشکرم.